سلام، امروز میخواییم با هم حلیم خونگی درست کنیم. بهت قول میدم اگر نکاتی رو که بهت توی این ویدیو میگم رعایت کنی، حتما میتونی یه حلیم خوشمزه و کشدار خودت توی خونه درست کنی. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. احتیاج داریم به گندم پوسکنده که باید اونو خوب بشوریم و 12 ساعت اجازه بدیم داخل آب خیس بخوره. بعد اونو با در نیمه باز روی شعله ملایم گاز بپزیم. وقتی که جوش میاد اینجوری روش کف میکنی که باید اون کفا رو هم برداریم. توی حین پختم حتما گندم رو هم بزنید که ته نگیره. توی این فاصله که گندم میپزه باید گوشتمون رو هم جداگونه بپزیم که من با پیاز، چوب دارچین و یکم عصاره قلم و آب جوش اجازه دادم تا بپزه. یکم که پخت کف روش رو گرفتم و اجازه دادم دوباره کامل بپزه. الان دیگه تقریبا یک ساعت از پخت گندم گذشته. ببینیم داره شکفته میشه و لعاب میندازه. یکم دیگه اجازه میدم بپزه تا تقریبا به این لعاب انداختن و بافتی که میخوام برسه. این شکلی. الان دیگه باید گندمم رو میکس کنم. من با استفاده از گوشکوب برقی گندمم رو کامل میکسش کردم. الان دیگه گندم ها حسابی میکس شده و آماده است. حالا گوشتایی که پخته شده رو با دست ریش ریش میکنم و مهمترین نکته اینه که اونا رو باید با گوشکوب بکوبم. اصلا گوشت رو داخل غذا ساز نریزین یا اینکه بلندش نکنید. گوشت های پخته شده رو به گندم ها اضافه می کنم. آب گوشت رو هم می ریزم تا یکم ترکیبشون روان تر بشه و بعد نمک و کره رو بهش. هم حسابی ترکیب می کنم تا کره آب بشه. مقدار دیگه از آب گوشتم هم باقی مونده بود، به مواد اضافه می کنم. حلیم از اینجا به بعد باید هر 5 دقیقه یک بار به مدت 1 ساعت خیلی خوب هم بخوره. من اولش فقط سطح روی حلیم رو با گوشکوب برقی یک مقدار بلند کردم. بعد دوباره شروع کردم به هم زدن. اگر که حلیمتون یک مقدار سفته اصلا نگران نباشید، بهش آب جوش اضافه کنید کم کم و اونو دوباره تا 1 ساعت قشنگ هم بزنید. بعد از 1 ساعت من یک مقدارم با گوشکوب برقی مواد رو ترکیب کردم تا حسابی کشدار بشن. به این بافت که برسه دیگه کافیه، حلیم آماده است. اونو داخل ظرف میکشم و به همراه کره آب شده و دارچین و شکر و کنجد اونو تزیین میکنم. این حلیم خوشمزه رو حتما درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشم همراه پیجم باشید و منو فالو کنید.